با درود بسیار، امروز نهار میهمان یک روزنامه نگار هستم. یک روزنامه نگار قدیمی، چهره آشنا، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و از چهره های مطبوعاتی رادیو تلویزیون در شهر فرشتگان، خانم هما سرشار. با ما باشید. اگر من بازگردم زنو بر دامن پرمهر البرز، با آوای حزین اندوه سنگین دلم را باز خواهم گفت. اگر من بازگردم سرم بر آستان و درگه هر خانه خواهم سود، به بابا کوهی و حافظ غم بی هم زبانی را هزاران بار خواهم گفت، به سرو ناز شیراز، به آن تا بی نهایت مست و سرکش شکوه خواهم کرد، گریه خواهم کرد که در بین هزاران سرو بودم ولی آزادگی، افسون و جادوی تو را در هیچ یک هرگز ندیدم. سلام عرض کردم. سلام سلام. بسیار بسیار خوش اومدید. خواهش میکنم قربون شما. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. یاد ما کردین. هر بار که به منزل شما میام احساس میکنم که به یک موزه اومدیم. یک موزه استثنایی که بسیاری از آثار هنرمندان ایرانی اونجا شاید بی‌نظیر باشه، یعنی ممکنه تعدادی از آثار نقاشان ایرانی در بسیاری از گالری‌های فرهنگ یا در موزه ها باشه، ولی کمتر جایی است که مجموعه ای از کارهای ایرانی باشه. به خیال میکنم که کار رضا مافی، بله بله، تا اونجا که میدونم اولین شخصی بود که خط رو وارد نقاشی کرد، یا خط نقاشی به خط نقاشی اسم گذاشت، خود رضا مافی روش اسم گذاشت، گذاشتن خط نقاشی، یعنی خط رو با قلم نقاشی میکشید. یعنی یکی از قدیمی ترین کاراست. این کارش هم خب به من هدیه کرده خود رضا، یادش گرامی باد، دوست نازنین من بود و خیلی زود از دنیا رفت. بله. خب اینجا میبینم کار قلر آقاسی رو میبینیم. کار قلر آقاسی یکی از نادرترین کارهایی است که مذهبی نیست، چون قلر آقاسی بیشتر کارهای مذهبی انجام میده، به صحنه‌های مذهبی، صحنه‌های مربوط به جنگ‌های مختلفی که در اسلام شده. اما اینجا خسرو و شیرین هست. بله، اینجا نقاشی خسرو شیرین است و وزرا و مطرب‌ها و رقصنده‌ها اینا هم درش هستن، و یک از کارهای شناخته شده قلر آقاسی، پدر اصلی قلر آقاسی است. بله. و در واقع میشه گفتش که نگین کارهای هنری، مجموعه کارهای هنری من هست که به خاطرش اصلا این دیوار رو ساختم که اندازه اون باشه، مثل اینکه قاب گرفته شده براش. خب بفرمایید، بفرمایید کارهای دیگر نگاه کنید. به به، بسیار. از عرب شاهی. بله، عرب شاهی که دیگه استاد عرب شاهی. بله، ودادی. بله. این گوشه کارهای آقای محجوبی است. بله. خب اینجا نارخوری ماست. بله. ولی ما اسمش رو گذاشتیم تالار سوسن آبادی، چون جلالی سوسن آبادی استاد مسلم مینیاتور که به به، من و شما از نزدیکم میشناختیم، سالها در لس آنجلس زندگی میکرد و چندی پیش فوت کرده، اغلب کاراشو اینجا انجام داده به. در این شهر. خب این سوزندوزیه، مثل این که این، بله، یه سوزندوزی قدیمی 100 ساله است که کار، یعنی جنگ نادرشاست با محمد شاه هندی. هندی، بله. بیایم ببینیم سر کارهای دیگه. هر کجا که میریم میبینیم یه کار از یه نقاش، واقعا موزه است. هما خانم خیلی ممنونه. خب. این دوتا کار از پیلارامه، دوتا خط مشقاشه. این کاریست از روحبخش، نقاش فرانسوی که مقیم فرانسه است، سالهاست اونجا هست دیگه، جا افتاده اونجا. خب اینجا یکی دیگه از کارهای استاد سوسن آبادی است. این یکی از مردود کارهای کلوزآپه، در واقع پورتراشه. پورتراشه که خب من خیلی هم دوستش دارم، به دلیل اینکه محبت کرد استاد اینو هدیه کرد و به من زیرش امضا کرد. اینم استاد دیگر مینیاتور ما. بله، آقای فرشچیان.
خب علاوه بر تابلوها فرش‌های بسیار قشنگی هم در منزل شما هست. خیال می‌کنم که این یک فرش بسیار قدیمیه، نه؟ بله، اینم حدود 100 سالشه. در دوران احمدشاه بافته شده و پادشاهان ایرانی رو از زمان کیومرث و هوشنگ و جمشید داره، ضحاک و بقیه تا به دوران احمدشاه، همه تصاویر تا اون حد، یعنی معروف‌ترینشون اینجا گذاشته. خب کار سهرابه هم؟ بله، این یکی از کارهای قدیمی سهرابه. خیلی وقت دارم، شاید از جز اولین کارهای مجموعه کلکسیون من هست دیگه. هنوز زمان اون تنه های درخت بزرگی که کشیده بود در سیدن قبل از اونه. یکی از اونها در دبی به مبلغ خیلی بالایی به فروش رسید، یکی از همون درختاش. چقدر خوبه، ولی کاش خود سهراب حداقل زنده بود و میدید در دوران زندگیش. خیلی دیگه خیلی زود رفت. خب خیال میکنم اینجا یه کار بسیار جالبی است که برای اولین بار در یه تابلو ایرانی میبینم که تصویر خانم مرلی مونرو هست. این کار یک نقاش بسیار معروف و هنرمند ایرانی به اسم محمود سبزی است که در لس آنجلس زندگی میکنه و در واقع تصویر کرده گذر ما رو از شرق به غرب. این بانوی قاجار نمود زن ایرانی، زن شرقی است و مرلی مونرو هم که خب نماد زن غربی. در نتیجه پیام نقاش اینه که ما از شرق با این فرهنگ و با این سنت به اینجا آمدیم، اومدیم به طرف غرب و این گزارمون رو روی این تابلو جاودانه کرده محمود سبز. خب بفرمید بریم سراغ بقیه کار. خب بفرمید. این بازی کاری است از محجوبی. بله. این از آیدین آقداشلو، یکی از مجموعه خاطرات انهدامشه. بله. که مجموعه بسیار معروفی است. کار عربشاهی، مسعود عربشاهی، یه مشق خط از زندرودی. بله. و این هم از دوست شما جازه طباطبایی. بله بله بله، بسیار زیبا، بسیار زیبا. خب از دیدن تابلوها که آدمی سیر نمیشه، واقعا یک موزه است، موزه ای از آثار هنرمندان نقاش ایرانی. اما یادمون باشه که، یعنی من باید یادم باشه که آمدم منزل یک روزنامه نگار، خانم هما سرشار، روزنامه نگاری که همیشه گفتم وجودتون در این قربت مقتنمه. به به، چایی هم که حاضره. بله، لبریز، لبسوز و لبدوز، چایی ایرانی باید اینجوری باشه. خانم سرشار عزیز، از وقتی که ما به خارج از کشور کوچ کردیم، تازه پی بردیم به اهمیت وسایل ارتباط جمعی، به اهمیت تلویزیون، رادیو، روزنامه و اهمیت خبرنگار، روزنامه نگار، که در این آمریکایی که ما زندگی میکنیم الان، حتی اینا قادرن با سرنوشت یک رئیس جمهور بازی کنن، یا بازی یا مسائلی رو پیدا بکنن که براش دردسر پیدا بکنن. آیا در موقعی هم که در ایران بودیم روزنامه نگاری به همین صورت بود؟ حتما نبود آقای کاردان، به دلیل اینکه روزنامه نگاری وابسته بود در ایران. بیشتر رادیو تلویزیون که خب دولتی بود، روزنامه هام که به نوعی هرچند که شخصی بودن ولی وابستگی داشتن که در پایگاه هایی بودن رؤساش و مدیرانش که نمیتونستن مستقل باشن. در نتیجه میشه گفتش که پس از ورود به امریکا ما به اهمیت رسانه مستقل پی بردیم و روزنامه نگار آزاد نویس، فریلنس، که بتونه حرف خودشو و سخن خودشو بزنه، انتقادشو بکنه، تعریفشو بکنه، ولی بدون اینکه به جای وابستگی داشته باشه. اهمیت پی بردن به روزنامه‌نگاری مستقل، بله، برای من یکی در امریکا اتفاق افتاد و دیدم که همونطور که شما میگید چه مقام شایسته دارن روزنامه‌نگاران. میدونید در کنار چند شغل که در امریکا به عنوان شغل‌های با اعتبار ازش نام برده میشه، مثل پزشکی، مثل قضاوت، روزنامه‌نگاری هم یکی از اون هست، یکی از کارهای پر از پرحیثیته، در حالی که در ایران این چنین نبود دیگه. روزنامه‌نگاران از اهمیت حضور خودشون در ایران قبل از انقلاب مطلع نبودن. امروز روزنامه‌نگاران فکر میکنم در خارج از کشور، در چشم مردم ایرانی خارج از کشور، روزنامه‌نگاران داخل ایران از اعتبار خیلی زیادی برخوردارن، چون مبارزه دارن میکنن در داخل ایران و واقعا مستقل هم هستند. خیلی از آنها خودفروخته نیستند و وابسته به دستگاه یا رژیم هم نیستند. مقاله رو خوندم از شما که لطف کرده بودین برای آقای دکتر صدرالدین الهی فرستاده بودین، در کیهان چاپ لندن به چاپ رسیده بود و در اون مقاله شما
راجع به آمریکا گفته بودین که آمریکا کشوری است که هر کسی که 5 سال توش میمونه بعد سیتیزن میشه، آمریکایی میشه و هیچ فرقی با هیچ آمریکایی دیگه نمیکنه و بعد آزاده که از هر چی میخواد انتقاد بکنه، از هر چی که حتی از رئیس جمهور انتقاد بکنه. و نکته بسیار جالبی که در اون مقاله شما بود در مورد مذهب بود که واقعا مشکلی که امروز هست به عنوان حکومت‌های مذهبی. و نکته‌ای که من بهش توجه کردم و بسیار برای من جالب بود این که هر کسی با هر مذهبی، با هر عقیده‌ای، با هر ایدئولوژی میتونه در یه جامعه سکولار، حکومت نباید کار به اون داشته باشه، مگر نه هر کی میتونه هر مذهبی رو برای خودش بله داشته باشه و عقیده داشته باشه. میدونی یه اشتباهی که بعضی موقع میکنن، موقعی که این صحبت ها و یا این طرز فکر رو پیش میکشیم که حکومت ها باید از مذهب جدا بشن، یه دی میگن که چرا میگید مذهب باید از سیاست جدا بشه. به نظر من مذهب از سیاست جدا نیست. در امریکا میبینید که بس. سیاست و مذهب با هم اند. بسیاری از کسانی که رأی میدن رأی افراد مذهبی رو لازم دارن، در نتیجه با سیاستی که ولی در حکومت تاثیر نمیذاره. اونچه که ما میخوایم برای حکومت سکولار برای ایران آینده و ایرانی که باب میل همه ماست اینه که حکومت و مذهب با هم یکی نباشن. ولی انسان مذهبی میخواد سیاسی باشه، حقشه که سیاسی باشه یا حقشه که دیدگاه خودشو بگه. میبینید که اینجا یک درگیری بزرگ هست برای سخت جنین. کسانی که مذهبی هستند موافق سخت جنین نیستن، کسانی که مذهبی نیستن موافقن و یا انسان‌های آزاد اندیش میگن که انتخاب رو بعد به خود زن داد. ولی گفتمانی که بین این دو گروه هست، گفتمان آیا سخت جنین باید آزاد باشد یا نباشد، کاری به دولت نداره. درسته. این گفتگویی است که بین افراد هست، ولی نتیجهش رو شما در بحث‌ها و گفتگوهایی که میکنن و بعد به کنگره کشیده میشه و بعد به برای رأی گذاشته میشه، قدرت انسان‌ها رو در کسانی که مذهبی هستن و غیر مذهبی میبینید. بنابراین جنگ رو با هم میکنن، حرف رو میزنن، بحث رو میکنن، ولی دولت و تصمیم گیران نهایی به مسئله مذهب رو در اون رعایت نمیکنن که بگن چون مذهب چنین گفته نباید بکنیم، به حقانیت خواسته ها توجه میکنن. یعنی امکان داره که در این آمریکایی که ما زندگی میکنیم یک روزی یک یهودی رئیس جمهور بشه یا یک روزی یک مسلمان رئیس جمهور بشه؟ هیچ بعید نیست. اگر که هر کسی ببینید زیبایی این کشور اینه که برای همه امکانات هر جور تصمیمی رو فراهم میکنه. از سال هاست، چندین دهه هست یا قرن هاست، چند دو قرنه که این کشور رو نامش رو در قانون اساسی امریکا گفتن land of opportunity، یعنی سرزمین امکانات. در این سرزمین امکانات موقعی که به همه امکان مساوی با یکم بالا و پایین، البته نباید بگیم که 100% اینجا همه چی درست انجام داره میشه، هنوز بین زن و مرد یه تفاوت‌های قائل هستن، هنوز بین پیر و جوان تفاوت قائل هستن، ولی اگر کسی بخواد و همت بکنه و به دنبال اون خواسته خودش بره، کسی جلوش رو به خاطر اون خواسته نمیگیره. ممکنه کسی قوی تری بیاد و به برنده بشه، ولی کسی رو مجازات نمیکنن که تو چرا میخوای، و یا اینکه در قانون اساسی نمی‌نویسه تو به خاطر اینکه وابسته به یک اقلیت مذهبی یا یک اقلیت فکری هستی اجازه این کار رو نداری. یکی از زیباترین لحظاتی که بعد از انتخابات همیشه هست و من لذت میبرم ازش اینه که رقیب انتخاباتی که شکست خورده که با هم این همه صحبت کردن و مطالب مهمی گفتن، اول کسی است که تبریک میگه به اون شخص. یادم میاد در موقع انتخابات در ایران که اولین رئیس جمهور میخواستن درست بکنن، چند نفر که کاندید بودن از مملکت فرار کردن. دکتر مدنی که کاندید بود از مملکت رفت و بعد یک دفعه دیگه هم یادمه که زمانی که آقای رفسنجانی کاندید بود یه رقیب داشت، اسمش یادم نیست، با این از این رقیب فیلم برداری کرده بودن، تو مسجد نشسته بود، گفت منم با آقای رفسنجانی رأی میدم. خب نوع رقابت‌های انتخاباتی و یا اصولاً رقابت حتی در زمینه ورزش های کاردان در ایران، موقعی که یه تیمی میبازه هرگز به راحتی باخت خودشو در ایران قبول نمیکنه. این مسئله فرهنگی که ما داریم، یا میگن که داور به طرف اونها پارتی بازی کرده یا توجه کرده به رقیب. اگر روزی باخت خودمون رو در اثر کمبودهایی که خودمون داریم یا در اثر قدرتی که رقیب ما داره بپذیریم، فکر میکنم که انسانهای سالمتری خواهیم بود، به جایی که از برد رقیبمون، حالا در زمینه ورزشی، در زمینه سیاست، اینا همش با واکنش های منفی
نام ببریم و دلیل باخت خودمون رو این بدونیم که دیگران یا دروغ گفتن یا حق ما رو خوردن یا پارتی بازی کردن. در گذشته در جوانی ما یه دی افتخار میکردن که هیچ وقت رأی ندادن، یعنی مفتخر بودن به اینکه رأی ندادن. یادم زمانی که مرحوم سیرجانی آمده بود اینجا، من باشه مصاحبه داشتم، میگفتش که برگردین بیاید. گفتم اگر برگردم من میتونم اونجا به منتخب خودم رأی بدم؟ گفت شما اونجا میتونی رأی ندین. رأی ندین درسته. خب صحبتمون گل انداخته. به آقای سرشار کجا؟ آقای سرشار موقع نهار خدمت شما میان؟ به به بس بس سلام آقای سرشار عزیز. شما 30 ثانیه دیر کردین. اشکال نداره، به خاطر 30 ثانیه منو ببخشید. خواهش میکنم. خب خوشحالم. مرسی. شما بفهم اینجا آقای سرشار؟ بفهمین همینجا تشریف بشید. خب خدمت شما. به 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 به. قولمون درست بود آقای کاردان. بله. اوه چه قرمه سبزی، چه قرمه سبزی. به به به. خب سنت ایرونیا قابل نداره. خواهش میکنم، قابل نداره. بزرگواری خودتون کمبودشو ببخشید. این لغت قابلی نداره یه جور جالبه. تو فروشگاه‌های ایرانی که می‌خواید پولو پرداخت کنیم میگه قابلی نداره. بعدن دو برابر میشه. بعد اون وقت وقتی لیست رو نگاه میکنیم میبینی که گاهی اوقات اشتباهی هم شده این حرف های من. آقای سرشار عزیز، شما شهیدم اصفهانی هستین، بله؟ دقیقاً، مال مملکت اصفهان. مملکت اصفهان. اولاً اصفهان مملکت نیست، میگه اصفهان را نیمی خوانند از جهان. بعد صد جهان من دیدم در اصفهان. یعنی نه فقط یه مملکت نیست، اصفهان نصف جهان قربونتون برم. پس بفرمایید که قاره است. خیلی خب قاره است، اما یه خود پایین تر که بیان این شهر ما، شیراز ما یه کمی دیدنی هست البته. جزء توابع اصفهان ها. بله بله. بفرمایید. منزلتون مهمون هستیم، داریم نهار میخوریم، تمام فرمایشتون رو تصدیق میکنیم. مهمون تاج سر صاحبونه است. تشکر از لطفتون. شما با سالاد شروع میکنید یا با تعدیق روش قرمه سبزی؟ من یک کمی تعدیق بردارم با قرمه سبزی با هم دیگه دیست کنیم. بفرمایید. شنیدم که دامادتونم بدادت کردین آقای کاردان. والا آمریکایی ها این ما ایرانی ها خیلی چیزها رو به این آمریکایی ها بعد از انقلاب بهشون یاد دادیم. یکیش تعدیق بوده. و اینکه روش خورش بریزن. روش خورش بریزن و یاد بگیرن خوردن. بفرمایید خواهش میکنم. بسرش رو به شما بریزم تعدیق بزنم. خواهش میکنم. قبلا به ما شما سالاد میدادیم که ما زیاد چاق نشیم. خب امروز حالا به خاطر امروز دیگه به خاطر آقای کاردان دایت و رژیم رو بذار کنار. آقای کاردان شما هر روز تشریف بیارین اینجا. برای اینکه شما مرسی. خواهش میکنم. بعدم خودم یه زیاد بردارم. بسیار عالی. برای آقای کاردان خورش نمیریزیم؟ ریختم. ممنون از لطفتون. شما بفرمایید. شما بفرمایید. خواهش میکنم. خانم سرشار، بسیاری از غذاهامون بسیاری مثلا مثل خیار ایرانی ما ایرانی ها اینجا یاد دادیم به اینها. الان می‌نویسن اصلا پرشن کیوکمبر. بفرمایید خیار اصفهان بوی مطبوعی داره. بله. بله ببینید ما مخلص اصفهان هم هستیم. باره دیگه. بله شما تخفیف بدید. نه خواهش میکنم. و مثلا بعد از اینکه ایرانی ها آمدن به آمریکا به اهمیت انار پی بردن. الان میبینیم که انار چقدر محبوبه. خربوزه ایرانی نان لواش ایرانی خیلی دیدم آمریکایی‌ها. سنگک خیلی ها عاشق بربری همه اینها. ما واقعا ایرانی ها تو همه جا. درسته که الان ایرانی ها در همه جا نفوذ کردن، جزو بهترین ها هستن. ولی خیلی از آداب و رسومشون و خیلی غذاهاشون هم به این آمریکایی‌ها یاد دادن دیگه. از جمله تعدیل. بفرمایید خواهش میکنم. نوش جانتون. خواهش میکنم. بفرمایید. من یادم سال اولی که اومده بودیم امریکا، بخواستم یک چند تا از این دوستان امریکاییمون رو خیلی مثلا با غذای سنتی ایرانی آشنا کنم. خب از این کارهای اشتباه هم خیلی کردیم هممون دیگه. بعد گفتم سنتی ترین غذایی که برای ایرانی و امریکایی میتونیم بپزیم چیه؟ فکر کردم که دیگه کله پاچه سنتی ترینه. چه اشتباهی. یعنی این قیافه امریکاییه که موقعی که اون کله رو دیدن و پاچه رو دیدن و لب نزدن به اون غذا من هیچ‌وقت یادم نمیره.
بنابراین باید بگیم که هرچی بخوایم بهشون یاد بدیم کله پاچه رو باید بزنیم کنار. نه نه اصلا اون قسمت رو باید بزنیم. حتی تو دل قلبم زیاد چیز نیستن، دل قلبه جگرم نیستن و حتی دوغ مام نتونست اون سوکس رو پیدا بکنه. نه. دستپخت خانم سرشار به خصوص قرمه سبزی بسیار لذت بخش بود. بعد از نهار به اتفاق هما خانم قدمی زدیم که هم من پرخوری را جبران کرده باشم هم گفتگوی من را ادامه بدهیم. هما خانم عزیز، خیلی ها فکر میکنن که شما فعالیت روزنامه نگاری احتمالاً رادیو تلویزیونتون در خارج از کشور شروع کردید، در صورتی که من میدونم اینطور نیست و در ایران شما فعالیت بسیاری در مسائل ارتباط جمعی داشته. یک کمی توضیح میدین برای ما؟ بله، من امسال خواهش میکنم 47 ساله که من کار مطبوعاتی میکنم. من کارم رو با مجله زن روز شروع کردم در مؤسسه کیهان و بعد از چند سال به روزنامه کیهان منتقل شدم. در تحریریه کیهان دبیر سرویس خانواده بودم و بعدم برنامه چهار دیواری رو در تلویزیون داشتم، در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران هم کار میکردم. بعد دیگه انقلاب پیش شد اومدم در خدمت شما اینجا. خواهش میکنم. خیال میکنم که زن روز یکی از پرتیراژترین نشریات، یعنی هفتگی ها، نشریه هفتگی بله. ایران بود که هفته نامه بسیار پرتیراژی بود. یعنی در اون زمانی که من کار میکردم 80,000 تیراژ داشت که یه تیراژ خیلی بالایی بود برای بله. یه چیزی حدود 40 سال پیش 45 سال پیش. جزو نشریات بسیار خوب اون منطقه بود اصلا، یعنی در اون منطقه کشورهای همجوار ما یه نشریه بود که تقریبا شبیه مجلات خارج از کشور بود. یعنی کپی یا شباهتی به مجله ال داشت، به مجله وومنز در امریکا، چون خب آقای دوامی تحصیل کرده امریکا بود، درس دوران دانشگاهش رو در امریکا دید و خیلی دلش می‌خواست که یک سبک و سیاق تازه‌ای رو بیاره که خیلی مورد توجه قرار گرفت. خیلی مجله محبوبی بود. بعد که شما به خارج از کشور آمدین، در اینجا خیال می‌کنم با رادیو شروع کردین. با آقای ایرج گرگین رادیو امید رو شروع کردیم. به صورت فریلنس و آزاده نویس هم با نشریات اینا کار میکردم، ولی کار مرتب و روزانمون همون رادیو امید بود که بعدا شد رادیو امید ایران. بازم دوستان همکارانمون آقای ایرج گرگین، آقای ثابت ایمانی که هر دو متاسفانه در طول سال گذشته درگذشتن، کسانی بودن که مدیریت این رادیو رو داشتن. علاوه بر این شما فعالیت‌های فرهنگی بسیاری داشتین، همونطور برای مربوط به یهودیایی که در اینجا بودن یک فعالیت بسیار که همیشه من اونجا بودم داشتید و بسیار موفق بود. اون یه کار در واقع تحقیقی بود برای انجام یه پروژه تاریخ شفاهی. به دلیل کمبودش یه پروژه بود که 10 سال طول کشید. با 150 نفر گفتگو کردیم از کسانی که در ایران زندگی می‌کردن. یه نمایی از زندگی یهودیان رو در طول ایران و معاصر قبل از انقلاب با این مصاحبه‌ای که انجام میدیم طبق رویه تاریخ شفاهی جمع‌آوری کردیم و یه چیزی هم حدود 2000 سند و عکس و اینها که همش الان دیجیتال شده، روی اینترنت هست، به بخش‌های تاریخ شفاهی دانشگاه مختلف داده شده و تعدادی هم مستند درست کردیم. یکی دو تا مستند در خدمت خود شما و همکاری شما درست کردیم. شما به ما خیلی کمک کردیم و در واقع این بخشی بود که خودم رو دینی بود که احساس میکردم به ایران و به تاریخ معاصر ایران دارم، که اون هم خب حدود 5-6 سال پیش تموم شد این پروژه. و اینجا اونجا هم کارهای مختلفی مثل بنیاد پژوهش‌های زنان، کار برای اونها و بعد دانشنامه ایرانیکا که جزو دوستدارانش هستم، فرصت و امکانی که پیش بیاد هر کاری از دستم برآمده انجام دادم. خانم همای عزیز، در این اواخر صحبتمون هستیم، بیشتر از خودتون بدونم. ما الان سر میز غذا با آقای سرشار آشنا شدیم که دوست عزیز منه و ما با هم دیگه خیلی شوخی میکنیم، با هم دیگه زیاد صحبت میکنیم. هنوزم معلوم نشده کدومتون تختش بهتره، تخت نرد. در کار تخت نرد با هم دیگه، ببین زیبایی تخت نرد به اون کرکری است که میخونن و حرفایی است که با هم دیگه میزنیم. چند سال پیش با آقای سرشار ازدواج کردیم؟ 46 سال پیش. خب. یعنی یک سال بعد از اینکه کار مطبوعاتیمو شروع کردم با همسرم ازدواج کردم. براتون حتما جالبه که بدونید که ازدواج ما خیلی ازدواج سنتی بود.
یعنی یکی دو بار همدیگر رو دیدیم به معرفی دوستی و بعد نامزد شدیم و ازدواج کردیم. ظرف یک سال پس از ازدواج ما اولین فرزند ما به دنیا اومد، سپهر. بله. و یک سال بعدش هم به فاصله یک سال و نیم هومن فرزند دومم و دو تا پسر داریم. این دو سپهر دکترای شیمی داره از دانشگاه هاروارد. بله. و هومن دکترای ادبیات تطبیقی داره از دانشگاه کلمبیا. یکیشون در واقع محققه، در رشته داروهای سرطان شناسی کار میکنه، چند کشف دارویی کرده که مورد قبولم قرار گرفته برای کیموتراپی، شیمی درمانی. و هومن بیشتر در کار نوشتن هست، کتاب نوشته، تا به حال 3 جلد کتاب درآورده. الان هم در مورد موسیقی سنتی ایرانی و نقش یهودیان در نگهداشت این موسیقی داره کار میکنه که کتابش در بیاد. و سپهر هم روی داروی تازه داره کار میکنه که امیدواریم که اونم نتیجه بخش باشه. اگر که این اتفاق بیفته واقعا یه رویداد خیلی مهمی در معالجه سرطان و بیماری های صعب العلاج خواهد شد. من خیال میکنم که بزرگترین خدمت رو به بشر کسانی که میکنن که دارن مطالعه میکنن رو پیدایش داروهای تازه و احتمالاً عمرشونه میذارن برای این کار، برای اینکه بشر خیلی احتیاج داره. بسیار. هرچی هم جلوتر میریم بیماری های جدیدی وارد میشه. بله. که با هر کدوم مبارزه میکنه یه بیماری تازه هم به جمع بیماری های سابق اضافه میشه. و واقعا هر چقدر در این زمینه این پژوهشگران و محققان و داروسازان و شیمیست ها کار بکنن کمه، ولی واقعا بشریت مدیون همه این محققان. و من فکر میکنم که در آمریکا بسیار به این موضوع اهمیت میدن و تا اونجا که میدونم مقداری از این پول دارویی رو که ما پرداخت میکنیم میره برای تحقیق راجب کشف داروها و مطالعه راجب داروهای تازه. یکی از گرونترین پژوهش های علمی، پژوهش های روی دارو. و خب در کشور فرانسه، آلمان، در کانادا، در استرالیا و در امریکا این مراکز مهمترینی هستن که کار تحقیق میکنن. و در کشور اسرائیل روی دارو و انواع اقسام داروهایی که میان، ولی از همه جا سخت‌تر امریکاست. برای تصویب یک دارو واقعا محققان موشون سفید میشه تا بتونن این جواز رو بگیرن، چون خیلی دقت میکنن که اثرات جنبی نداشته باشه این دارو، کار بکنه. چندین و چند از حیوان شروع میکنن تا آخر به انسان برسن که روشون تمرین میکنن و روشون آزمایش میکنن تا به نتیجه برسن. ما ایرانی ها خیلی با همدیگه دارو تجویز میکنیم، یعنی اصلا بدون اینکه دارو رو بشناسیم. یعنی احتمالا من برای سردردم یه داروی گرفتم، به هر کی میدم سردرد میدم، میگم این دارو. وقتی که با پزشکا صحبت میکنیم این موضوع خیلی رنجشون میده، چون بعضی از پزشکا اصلا میگن کسانی که میان پیش ما خودشون داروشون رو میشناسن و مثلا فلان دارو رو برای ما بنویسن. خب ایرانی ها میدونی که 3 تا تخصص داریم، همه ما ایرانی ها دکتر هستیم، پزشکیم و داروشناس، شاعریم، هممون بالاخره یه بچه در طول زندگیمون گفتیم و مهندسیم. اگه توجه هم کرده باشین آرشیتک، یعنی تو خونه هر کی بریم قشنگ بلدیم ایراد بگیریم یا بهشون راه نشون بدیم که چجوری ساختمونتون رو درست کنید. این 3 تا دیگه نهادینه ماست که تو فرهنگ ماست. ما هممون مهندس و دکتر و شاعریم. البته شما 3 جهت رو میگین، 3 موضوع رو میگین، ولی به نظر من ما ایرانی تو همه کار استادیم، فقط مربوطه به این نیست. با تشکر الله تو محبتتون، بسیار خوش گذشت در جوارتون. از آقای سرشار بسیار ممنونم، محبت کردن، سر نهار با ما بودن، نهار رو با هم خوردیم، قرمه سبزی بسیار خوشمزه‌ای بود. دستتون درد نکنه، در منزل شما همیشه خوش گذشته. و امروز که در خدمتتون بودیم بسیار روز جالب و استثنایی برای من بود. برای بندم به همچنین. سپاسگزاری میکنم از مهرتون و از اینکه به یاد من هستین همیشه. بسیار ممنونم علاتتون، بسیار ممنون. مرسی. اگر من بازگردم به دشت پر شقایق کوچ خواهم کرد. گیاه و گل فراوان است در هر تپه و ماهور این وامانده شهر بیدر و پیکر. ولی یک دانش هرگز به چشمانم نمی آید. اگر من بازگردم به دریای خروشان خزر آهسته خواهم زد. وانگه اشک‌هایم را نثار خاک پای ساحلش بسیار خواهم کرد.